سلام عرض میکنم به همراهان خوب کانال ایران تودی. وقتتون بخیر. خوشحالم که در این برنامه هم در خدمتتون هستم. پیش از هر چیز ممنون از همراهی همیشگیتون و سپاس از اینکه با لایک و کامنتاتون ما رو حمایت میکنید. در این برنامه قصد داریم چهره های مشهوری رو بهتون معرفی کنیم که با وجود معلولیت به شهرت و موفقیت بسیاری رسیدن. پس تا پایان برنامه همراه ایران تودی باشید. چهره‌های مشهوری که با وجود معلولیت به شهرت و موفقیت رسیدند. حامیان حقوق معلولان سالهاست برای ساخت دنیایی تلاش می‌کنند که در آن همه انسان‌ها با هر میزان توانایی از فرصت حضور در اجتماع و شرکت در فعالیت‌های اجتماعی به یک اندازه برخوردار باشند. این تلاش‌ها البته بی‌ثمر نبوده. اگرچه روند پیشرفت کند بوده، اما امروز شاهد بیشتر شدن حضور و فعالیت معلولان در جامعه نسبت به گذشته هستیم. 15% از جمعیت کره زمین، یعنی حدود 1 میلیارد نفر، به نوعی دچار معلولیت هستند. گرچه توانایی های این قشر حتی گاهی از سوی خود آنها نیز دست کم گرفته می شود، اما جالب است بدانید در میان سلبریتی ها و نوابغ دنیا افرادی بودند که توانستند به معلولیت خود غلبه و به موفقیت و شهرت دست پیدا کنند. در ادامه این برنامه با تعدادی از این چهره ها آشنا خواهیم شد. استیون هاوکینگ فیزیکدان نظری مشهور و مدیر تحقیقات مرکز کیهانشناسی نظری دانشگاه کمبریج 22 ساله بود که معلوم شد به نوع نادری از اسکلروز جانبی آمیوتروفیک، یک بیماری نورون حرکتی، مبتلا است. هاوکینگ که از هر گونه تحرکی ناتوان شده بود، ویلچر نشین شد و برای ارتباط با دنیا هم از یک صدای ساختگی استفاده می کرد. او در مصاحبه ای گفته بود توصیه من به افراد معلول این است که روی چیزهایی تمرکز کنید که معلولیتتان مانع از انجام درست آنها نمی شود و حسرت چیزهایی که مانع آنها می شود را هم نخورید. نه روحی ناتوان باشید و نه جسمی. جان نش. بعضی از درخشانترین ذهنهای عصر ما با معلولیت زندگی می کنند یا می کردند. یکی از آنها جان نش ریاضیدان برجسته بود. این ریاضیدان به بیماری شیزوفرنی مبتلا بود و تجربیات او از زندگی با این بیماری در فیلم تحسین شده یه ذهن زیبا به خوبی به تصویر کشیده شده. به گفته نش، با بالا رفتن سن و بدون مصرف دارو از شدت بیماریش کاسته شده بود. او در مصاحبه ای گفته بود بالاخره از فکرهای بی‌معنی خلاص شدم بدون هیچ دارویی، البته جز تغییرات هورمونی طبیعی ناشی از بالا رفتن سن. آندرا بوچلی خواننده مشهور ایتالیایی به صدای زیبایش مشهور است. اما چیزی که بسیاری از افراد ممکن است در مورد آن ندانند این است که کمی بعد از تولدش معلوم شد که او به بیماری آب سیاه مادرزادی مبتلا و کم بینا است. بوچلی در سن 12 سالگی بینایی خود را به طور کامل از دست داد. او در مصاحبه ای گفت از بچگی همیشه به من گفتند که این کار و آن کار خیلی خطرناک است. اما من اهمیتی نمی دهم. همه چیز خطرناک است. سوار ماشین شدن، بیرون رفتن و رانندگی در بزرگراه هم خیلی خطرناک است. یا پرواز کردن با هلیکوپتر. اسب سواری را خیلی دوست دارم. فوتبال را دوست دارم. از بچگی هم به بوکس علاقه داشتم. گرچه احمقانه است که من بخواهم بوکس بازی کنم. فریدا کالو یکی از تاثیرگذارترین نقاشان عصر ما در سن 6 سالگی به بیماری فلج اطفال مبتلا شد. این مسئله باعث شد یکی از پاهای او باریکتر از پای دیگر شود. فریدا 18 ساله بود که در یک تصادف شدید اتوبوس دچار شکستگی ستون فقرات، لگن و پارگی شکم شد. کمی بعد از این اتفاق، فریدا در حالی که بر اثر شدت جراحت از دنیای بیرون جدا افتاده بود و تمام بدنش درگش و عاطل بود، برای ابراز خلاقیت خود به نقاشی کردن روی آورد. کیرا نایتلی. بازیگران به خاطر کار خود مجبور به مطالعه متن‌های زیادی هستند.
و با توجه به این موضوع بازیگری برای کسی که به اختلال دیسلکسی یا خوانش پریشی دچار باشد شاید کاری غیر ممکن به نظر برسد. کیرا نایتلی بازیگر محبوب و مشهور هالیوودی 6 ساله بود که پزشکان متوجه این اختلال در او شدند. اما او از علاقهش به بازیگری برای غلبه بر مشکلش استفاده کرد. نایتلی در مصاحبه ای گفت دیسلکسی مثل یک دیوار می ماند. سخت می شود آن طرفش را دید. من واقعا خوششانس بودم چون بازیگری می کردم. مثل یک هویج بود که جلوی من گرفته باشند و تکانش دهند. چون برای این که بتوانم بازی کنم باید می توانستم آن جمله ها را بخوانم. دانیل رادکلیف ستاره مجموعه فیلم هری پاتر درباره تجربه خود از زندگی با نوع خفیفی از اختلال دیسپراکسی یا کنش پذیری صراحتاً صحبت کرده. یک بیماری عصبی که در مهارت‌های حرکتی، حافظه، قضاوت، پردازش ذهنی و دیگر توانایی‌های شناختی اختلال ایجاد می‌کند. رادکلیف گفته اجازه ندهید متوقفتان کند. هیچ وقت مانع کارم نشده. و بعضی از باهوشترین کسانی که میشناسم ناتوانایی‌هایی در یادگیری دارند. چالش بودن بعضی کارها فقط باعث مصمم‌تر شدن و سخت کوش‌تر شدن شما می‌شود و ابتکارتان را برای پیدا کردن راه حل بیشتر می‌کند. میلی بابی براون بازیگر سریال محبوب چیزهای عجیب‌تر با یک نقص شنوایی خفیف به دنیا آمد. او در مصاحبه‌ای در مورد آنکه چرا اجازه نمی‌دهد این مسئله او را از بازیگری بازدارد گفته من شروع کردم به آواز خواندن و برایم مهم نیست اگر بد به نظر برسم چون کاری را که انجام می‌دهم دوست دارم. لازم نیست در خوانندگی خوب باشید. لازم نیست در رقصیدن یا بازیگری خوب باشید. اگر دوست دارید این کار را انجام دهید، اگر واقعاً از انجامش لذت می‌برید، پس انجامش دهید. هیچ کس نباید مانعتان شود. Thank you.